برای بحث بیشتر و سهمت برمک وزیر پیشین انکشاف دهات با ما هستند. خوش آمدید آقای برمک به بحث. تشکر. سلامت باشید. حالا با توجه به اینکه افغانستان تلاش میکنه از همکاری کشورهای منطقه‌ای به نفع اقتصادش استفاده بکنه، سیاست اتصال آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی هم دنبال میکنه. و این چیزی است که رئیس جمهور در روزهای نخستش بیان کرد که ما میخواهیم پل ارتباط میان کشورهای آسیای میانه و کشورهای جنوب آسیا باشیم. رسیدن به این هدف با چی راهکار و شیوه فکر میکنین امکان پذیر است؟ حکومت افغانستان با چی میکانیزم بخواهد به این امر دست پیدا بکند و چی موانع فکر میکنین که سر رای رسیدن به این هدف وجود داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر. خب امروز ما هم در آشی امی کنفرانس ریکا خصوصا در بخش صحبتهایی که از بود کارشناسا و متخصصین و پژوهشگرا تقریبا در سه کمیته تنظیم شده بود، در اونجا ما هم حضور داشتم و یکی از اون کمیته‌هایشان یعنی کسایی که آمده بودند صحبت میکنند در رابطه با خصوصا مسئله اتصال افغانستان بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی سر زو بحث‌های بسیار زیاد جدی صورت گرفت. به ارتباط سوال شما که اگر بتانیم پاسخ درست‌تر ارائه کنیم، فکر میکنیم یکی از راهکارهای عملی خود بود که تقریبا ششمین کنفرانس است که در رابطه با مسائل منطقه و همکاری منطقوی به ارتباط چی انرژی است چی منابع بالا با مهمیت افغانستان و در افغانستان دایر میشه. این دوم بار است که این کنفرانس در افغانستان دایر میشه. ما باور ما این است که وزارت خارجه ما باید یک دیپلماسی بسیار فعاله با نظرش از اینکه اول یک استراتژی باید با نظرش این صحبت هایی که امروز در اردو کنفرانس صورت گرفت این کل از جنبندی شد و از یک راهکار جدید از طرف وزارت خارجه تهیه شد و در این زمان وزارت خارجه ما با نظرش مشکلات و روابط فعلا پیچیده سیاسی هم که بین کشورهای منطقه وجود داره، شما به طور مثال وقتی ما سر همکاری منطقوی گپ میزنیم این طرف جنوب آسیا، این طرف آسیای مرکزی و این طرف هم و در بین افغانستان، تا زمانی که بعضی مشکلات اساسی که بین ما البته برداشت ما از این صحبت ها امروز این بود که تا زمانی که مشکلات اساسی بین پاکستان و هند فکر میکنم به صورت اساسی حل نشه، متاسفانه افغانستان با وصف ازی که اگر تلاش هم کنه و یک راهکار جدید هم ساخته شه و در روشنایی تمام بحث‌ها و انتخابایی که امروز سرش بحث بشه که مثلا از کدام راه باید یک تعداد پروژه باید عملی شه خصوصا در بخش زیربناها یا زیر ساخت‌ها، تا او زمان که اون مسائل حل نشه فکر میکنم که او هم از طریق یک دیپلماسی فعال این صحبت‌ها متاسفانه شاید در کاغذ باقی بمونه و مگر اینکه افغانستان نقش فعال‌تر البته از طریق یک نمایندگی بسیار فوق العاده که امروز یک پیشنهاد هم شد صورت گرفت که اگر افغانستان میخواهد که بحث ریکار و همکاری منطقوی را بسیار جدی بگیره، چون افغانستان بعد از 2014 یا 2015 بعد از این یگانه راه عملی که افغانستان میتونه اقتصادش بهتر شود و سرپاستاد شود و او عبارت از تلفیق افغانستان در ساختار اقتصادی و ساختار امنیتی منطقه است. حالا شما امروز در این نشست شرکت کردین، آیا نشانه های بس یک پالیسی روشن را که شما ازش حرف میزنین رفتین در این نشست و سوی وزارت خارجه افغانستان دیدین؟ بعد بحث رابطه پیچیده که شما بهش اشاره کردین، مثلا رابطه هندوستان با پاکستان، افغانستان با پاکستان، نه تنها که هندوستان رابطش پیچیده است با پاکستان و مشکل داره، افغانستان هم در رابط سیاسی با پاکستان مشکل داره. چی خوب است فکر میکنین که فردا روی همین مسائل هم بحث شوه و روشن شوه سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان و هندوستان؟ فکر میکنین که افغانستان میخواهد سوی کشورهای شرکت کننده به یک نحو وادار بسازه اونا را یا وانمود بسازه که مشکل اینجا در بحث رابط سیاسی است که پاکستان داره و باید فشار بر چابال پاکستان؟ افغانستان فعلا دو سرمایه بسیار قوی در اختیار خود داره و او را میتونه که از طریق همین یک راهکار بسیار اما جانبه که باید طرح کنه و او را نوشته کنه و بعد زور با کشورهای منطقه شریک بسازه. یکی مسئله آب است در افغانستان، چون ما از نقطه نظر سرمایه که آب بایست یک سرمایه اگر در منطقه خصوصا منطقه بالا آب هستیم و او طرف پاکستان است و پاکستان هم به آب بسیار زیاد شدید نیاز دارد، تا در بحث امروز هم یکی از کسایی که از پاکستان در مجلس نمایندگی میکرد تمام تمرکز سر آب بود و سر کمبود آب و اینکه اقلیم آب و هوا که در حال تغییر است و این میتونه که خطر بسیار جدی را بر منطقه خصوصا بر افغانستان پاکستان به وجود بیاره، باز تمرکز سر زو بود و قوت دیگری که افغانستان در اختیار داره خود همین موقعیت افغانستان است. این موقعیت افغانستان اگر آسیا اگر هند و پا
پاکستان بخواین که با آسیای میانه وصل شن، دیگه هیچ راهی ندارن مگر اینکه باید از طریق افغانستان، مگر اینکه باز بحث ترکمنستان و بالاخره او طرف ایران و باز پس دوباره پاکستان و یک گپ دیگه است. اما میشه که بالاخره یک راه بدیل پیدا خواهد کردن با توجه به اینکه افغانستان در در این زمان من فکر میکنم که افغانستان هم میتونه که راه بدیل پیدا کنه. چرا؟ مسئله امی راه جدید ابریشم است که تقریبا چین و آمریکا پشت سر از این قضیه است، خصوصا چینایا میخوان که ابتکار عمل به دست داشته باشند در منطقه، و در این زمان افغانستان هم راه بدیل راه لاجورد است که اگر یک کم شاید وقت بگیره، اما ما میتونیم که از طریق کشورهای آسیای میانه پس دوباره با از طریق آذربایجان و بالاخره تا مسئله بحیره کسپیان است و طرف میتونیم از طریق ایران به ترکیه وصل شیم. اما مهم راه بدیل برای افغانستان هم است. یعنی مشکلاتی که شما پیشتر گفتین که افغانستان از نقطه نظر سیاسی با پاکستان داره، ما فکر میکنیم که حجم مشکلات و مسائلی که افغانستان با پاکستان داره کمتر از نسبت به اینکه دید تقریبا مشکوک و که پاکستان نسبت به قضیه افغانستان داره در منطقه. از اون نگاه من فکر میکنم که باید مشکل تاریخی بین پاکستان و هند است که باید حل شود، و در اینجا متاسفانه افغانستان قربانی وضعیت شده که اینی بازم با یک دیپلماسی فعال از طرف دستگاه دیپلماسی افغانستان که وزارت خارجه ماست، اینا میتونن تلاش‌های عملی را و ادامه بدن، و در این زمان او طرف کشورهای منطقه مثل ترکیه است، مثل این طرف آل ایران است که مناسبات با دنیای غرب دولت بهتر شدن است، و بعدا ما میتونیم که از اینمی فرصت هم به خاطر جستجوی راه بدیل از طریق چابهار اینا هم افغانستان رو پس دوباره به مارکت منطقی و بین المللی وصل کنیم. ولی فکر میکنم که برای پاکستان و افغانستان و برای هند برای هر سه کشور بهتر خواهد بود که مسائل که فعلا بینشان وجود داره از نگاه سیاسی یا جیوپولیتیکس این حل شود، و افغانستان بتونه که امون نقش خود به حیث یک کشور ترانزیت و برای پیشرفت تجارت، برای تبادله کالاها و بهتر شدن اقتصاد منطقه از او استفاده کنه. اما یک بحث دیگر، خب حالا پروژه هایی که در نشست ریکار روش بحث میشه و گفته شده مثل پروژه تاپی انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان، یا مثلا پروژه کاسا 1000 یا راه لاجورد یا خط آهن افغانستان با 5 کشور یا بیشتر از او، اینا هم نیاز به یک زمان داره، یک وقت کافی داره، هم نیاز به یک هزینه و سرمایه گذاری لازم داره. اما در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی افغانستان که شما هم یک تعریف از وضعیت اقتصادی افغانستان دارین، میزان بیکاری، کاهش سرمایه گذاری، وابستگی افغانستان به کمک های خارجی، فکر میکنین برای کوتاه مدت، برای دفعتن چی کار باید صورت بگیره؟ آیا می بحث در نشست ریکا روش بحث میشه، یعنی شامل آجندا هست، یا اینکه نه فقط روی پروژه های دراز مدت تمرکز میشه؟ حال خود در ریکا سر پروژه هایی که کشورهای منطقه از نفع ببره سر از بحث میشه، که هم در بود انرژی است و هم در بود منابع طبیعی است، که مسئله آب است، خصوصا بخش به آب افغانستان است، و در این زمان طرف مسئله زیربنا و زیر ساخته است که ساختن خطوط ریل است و بالاخره سرکات داخل افغانستان. حال بحث ما است که افغانستان یک دو سه تا انتخاب خود بکنه. آیا ما از امیال سر مثلا ساختن مثلا خطوط ریل در داخل افغانستان، بله، که افغانستان باید به منطقه وصل شود، سر ازی تمرکز کنیم که حتما بگیم باید خطوط ریل ساخته شود، یا ای که خطوط ریلی که تا سرحدات افغانستان آمده یا در حالت آمدن است ایره افغانستان از اون طریق عاجل به وصل کنیم، و سرمایه گذاری خود بیشتر سر ساختن سرکای افغانستان که از این شارهایی که به معیارهای حداقل منطقه‌ای و بین المللی برابر باشه سر از تمرکز کنیم. چون اگر جغرافی افغانستان شما ببینید تقریبا در حدود 60% از بسیار کوهستانی و سبلبور است. اگر مثلا از طریق ساختن اعمار و احداث سرکای میاری اگر بیشتر تمرکز شه، و بعد از او باز در یک مرحله تقریبا نتو گیریم در مرحله 10 ساله و بعد از او باز یک دفعه افغانستان وصل شه است از طریق شبکه سرکا با سرحدات، از سرحدات بالاخره به کشورهای منطقه، بعد از او میشه که افغانستان در 10 سال بعد دیگه با سر خطوط داخلی ریل تمرکز کنه. این یک بخش قضیه. ولی بخش دیگه که شما میگین از نقطه نظر کاریابی و سرمایه‌گذاری در افغانستان، من فکر میکنم که برای او باز یک راهکار دیگه حکومت افغانستان ضرورت داره، که و یکی از اون بحثایی که امروز متمرکز بود در خود کنفرانس ریکا این بود که چطور بشه که مثلا نهادهای سکتور خصوصی که بتونه در افغانستان تشویق کنن و از خود منطقه بیان سرمایه‌گذاری کنن، و یک نهادهای بین المللی کمک کننده پول است و اونا باز تشویق شن و بیان در یک تعداد پروژه زیربنایی سرمایه‌گذاری کنن. اما فکر میکنم که حکومت افغانستان بالاخره ناگزیر
است که یک تعداد پروژه زیربنایی و پروژه‌ای که او باعث تولید کار شه و اشتغال شه بر مردم افغانستان، او جز راهکار داخلی خود حکومت افغانستان باشه و بیشتر مثلا تقویه و رشد سرمایه‌گذاری خصوصی توسط خود افغان‌ها باشه که انشاءالله او میشه. مثلا متأسفانه بستر امنیتی قسمی است که وضعیت سیاسی هم باید بر مردم افغانستان، نه تنها بر مردم افغانستان، بر سرمایه‌گذارا در مجموع بر کلگی اطمینان بخش باشه و مردم افغانستان یک اطمینان روحی و روانی داشته باشند که سرمایه‌ای که در افغانستان امروز از او استفاده میکنن اینو خدا نخواسته برشون بیان شده که ضایع نمیشه. بس اساسی پروژه کاسا 1000. خب حالا زمستان پیش روسته، اگر یکی از پایه های برق در سالنگ تخریب شود، کابل برای شفا و روسا برق نخواهد داشت. برای دفعتا فکر میکنید در چنین یک وضعیت اقتصادی با توجه به سفری که جمهور ترکمنستان به افغانستان داشت و یک نشست دیگر هم که روز شنبه برگزار خواهد شد میان رهبران کشورهای کمک کننده افغانستان که افغانستان گزارشات خود را در رابطه با تعهدات کرده با چقدر جامعه عمل پوشانده خواهد داد، فکر میکنید این روسا چگونه به نفع حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان میگذره؟ من فکر میکنم که اینی امی روزایی که ما شما میال فعلا در جریان است کلش به نفع افغانستان است. اینی خودش یک فرصت است، همین که رهبرای کشورهای منطقه و بالاخره توسط وزرای خارجه یا مثلا به سمت موئیناش اینا بازم با نظرش این تصویری که از افغانستان متاسفانه از طریق رسانه‌های بین‌المللی داده میشه و در اینجا جنگ است و کشتار است و مثلا وحشت دهشت که همین که به افغانستان میان و اینجا وضعیت میبینه نزدیک، این خودش یک فرصت و یک موفقیت است برای حکومت افغانستان. اما فکر نمی‌کنید که یک موفقیت موقت است دائمی نیست؟ ببینید همین موفقیت موقت ما خود ما میتونیم که پس دوباره به فرصت‌های دائمی‌تر و مستمرتر و پایدار تبدیل کنیم. چگونه؟ و ما پیشترم در اول گفتم که دستگاه دیپلماسی ما و وزارت خارجه ما باید بسیار فعال و حتی به نظر ما باید در داخل خود وزارت خارجه یک ریاست عمومی اقتصادی خود داریم، حتی ما میگیم به سطح یک مهمیت که همکاری منطقوی را مکمل سرش تمرکز کنه ایجاد شوه و همراه با وزارت مالی ما مشترکاً میتونن که اینا فکر میکنم خدمات عملی‌تر و دیپلماسی بسیار فعال کار داره. مثلا این مسائلی که امروز در کنفرانس ریکا بحث شد یا باید پیگیری شود، تعهداتی که از طرف کشورها و رهبرا صورت میگیره، این وزارت خارجه ما باید دکست بسیار بالا تا سطح وزیر خارجه بره به کشورها سفر کنن دائم، مثلا دو ماه بعد سه ماه بعد کلی مسائل پیگیری شه. اگر خدا نخواد پیگیری نشه باز کلی روی کاغذ میمونه و او باز گپ شما که یک فرصت موقت است. تشکر میکنم با شما. وایس احمد برمک وزیر پیشین انکشاف دهات برای بحث بیشتر مواد. سلام.